با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه شبانه، آرتمیس اهورا هستم، دبیرکل حزب رستاخیز ایرانگرایان و از بنیانگذاران جنبش رنسانس ایرانی و در برنامه های یک ساعته، در واقع 50 دقیقه‌ای که در هفته داریم، در این برنامه درباره مسائل گوناگون کشور معمولا صحبت می‌کنیم یا مسائلی که به هر روی به ایرانمون مرتبطه، حالا مسائل سیاسی روز جهان، ایران یا مسائل اجتماعی یا مسائلی که به نوعی ما ایرانمون رو تحت تاثیر قرار میده. از این پس میخوایم یک هفته در میون یک جستارهایی رو بنا به اینکه برخی از شما همیشه از من میپرسیدید، پرسشهایی رو که میکردید توی برنامه‌های پراکنده ما در کانال جنبش رنسانس ایرانی بود، اما به این صورتی که در مورد اون جستاری که شما از ما میپرسیدین باشه، خب باید شما میرفتید برنامه ها رو میگشتید، پیدا میکردید و به صورت در واقع میشه گفت کلاسیفاید یا ارگانایز یا به دستبندی شده نبود. و اون این بود که درباره زرتشت و زرتشتی بودن و نگاه و فلسفه زرتشت ما چگونه میتونیم بیاموزیم و چه برنامه های شما در این باره دارید. در حزب و در جنبش رنسانس ایرانی ما یکی از دوستان و همکاران و هموندان و از افراد بسیار موثری که داریم جناب موبد کامران جمشیدی هستند که در شورای رهبری حزب رستاخیز با ما همکاری می کنند و ما از ایشون دیدیم بهتر کسی رو پیدا نمی کنیم، کسی که خودشون، پدرشون و به صورت نیاکانی در واقع این گروه یا میشه گفتش که دسته موبدان جامعه ایرانی از دیرباز تاریخ بودن و خب کی از ایشون میتونه بهتر این دانش و آگاهی رو داشته باشه و کی بهتر میتونه به این گونه پرسش ها پاسخ بده. حالا پیش از اینکه این جستار رو آغاز بکنیم، من اول یک درودی میفرستم به شما جناب موبد کامران جمشیدی گرامی. شما یک به اصطلاح آغازی داشته باشید با بینندگان ما تا جستار رو بیاغازید. سپاسگزارم. چه آغازی از شما بهتر. درودی هم میگم به شما و درودی گرم هم به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه. و همچنین گفتید، به هر حال امیدواریم که با یاری هم دیگر و هم پرسی یک دیگر بتونیم آگاهی هایی رو در همون اندازه که خودمون داریم به اونها که گوش میدن برسونیم و امیدواریم که موثر باشه. من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از شما. یک در واقع میشه گفت مقدمه ای اگر ما بخوایم بر آغاز کل این جستارها داشته باشیم اینه که ما ایرانی ها نه فقط بنا به گفته مورخین خودمون ایرانی ها، بلکه به گفته مورخین یونانی، رومی و حتی اسلامی در پس از اسلام مورخین عرب، ما مردمی بودیم که بیشتر از همه مردم جهان هنر خوب و درست زندگی کردن رو بلد بودیم. یعنی شاید ما بهترین جنگاوران جهان نبودیم، بهترین بازرگانان جهان نبودیم، یا شاید ما مثلا بهترین، نمیدونم، ثروتمندترین مردم جهان نباشیم، اما از دیرباز تاریخ تا همین امروز ما مردمی هستیم که کاملا هنر زندگی کردن رو بلدیم و بلد هستیم که چگونه شاد و خوشبخت حتی در دشوارترین شرایط زندگی عنصر ایرانی در جهان، هر گونه تاریخی که بر ما گذشته، ولی ما مردمی بودیم که خوشبختی رو بلد بودیم، شادزیستی رو بلد بودیم و آفرینندگی رو بلد بودیم. اینکه نوآور باشیم و بتونیم به جهان همیشه چیزی بیافزاییم. و خب این شیوه زندگی رو ایرانیان وامدار شیوه نگرش خودشون به جهان و هستی بودن. در واقع هر آنچه که ما از یافته های باستانشناسی در پیشینه زندگی ایرانی تا امروز میبینیم، این ملت یک ملت آزاده،
بالنده، شاد و آفریننده‌ای بودند. و ما هر آنچه که از دستاوردهای ایرانی میبینیم، حالا از کهن‌ترین پارچه ها تا کشاورزی تا نمیدونم موسیقی تا معماری تا ابزارهای پزشکی یا مهندسی که در ایران به دست آمده، نشون میده که ایرانی ها یک ملت ویژه ای بودند و این ویژگی همیشه در یک ملت از کجا میاد؟ از آنچه که یک ملت به عنوان فلسفه زندگی یا جهانبینی زندگی خودش بلد بوده، آموخته بوده و به کار می برده. و خب از اون جایی که ما آنچه که به عنوان مکتوب در ایران می بینیم، از دورانی که گاتها رو ما داریم به عنوان یک کتاب، یک سروده، یک در واقع بیان کننده حس و حال و اندیشه و شیوه رفتار و گفتار ایرانی، خب اون کسی که این کار رو کرد اشو زرتشتی بود که در همین فرهنگ بالیده بود، با این جهان بینی آشنا بود، ولی آمد و اون رو به صورت یک چکیده، یک خلاصه از جهان بینی ایرانی نوشت چامگونه و بخشی از اون امروزه به دست ما حتی رسیده، 17 سروده اشو زرتشت که کاملا نشون میده این فیلسوف بزرگ، این آموزگار بزرگ در کجا ایستاده بوده، چه فکر میکرده، چه میاندیشیده و چه شیوه از زندگی رو در ایران نشون داده به ما. و امروز ما میخوایم سلسله جستارهایی رو آغاز کنیم از خود همین بزرگ فیلسوف، ابر فیلسوف جهان، که بسیاری از فیلسوفهای بزرگ یونان و روم اصالتشون و چکیده اندیشهشون رو الهام گرفتن از اشوزرتشت ما و اینو خودشون در بخشهایی هم اعتراف کردن. امروز از خود اشوزرتشت آغاز کنیم، جناب موبد جمشیدی، که شاید یکی از بهترین کسانی هستند که میتونن راجع به این ابرمرد تاریخ ایران صحبت بکنن. بفرمایید. خواهش میکنم. بسیار خوب، همچنین گفتم برحال آنچه که میدونم در اختیارتون میذارم. هیچ کس هم دانای همه چیز نیست، ولی همیشه با یاری دیگر و همپرسی هم دیگر میتونیم به دانایی های بیشتری دست پیدا کنیم. خب اگر پروانه بدید، نخست بیاییم و حتی شما خیلی خوب این پیش گفتار رو آغاز کردید و ما حالا بیشتر بریم توش آروم آروم تا ببینیم که خب پایه و مایه این جهان بینی از کجا میاد، چطور شد که ایرانی ها چنین بودیم و امیدوارم که بازم چنین باشیم. چند تا پرسش خوب اول از همه پیش میاد، بهتره که به اون پرسش ها یک پاسخ گونه ای داده باشیم، یه روشنی کوچکی بندازیم روش تا دست کم اون پرسش ها بره کنار، تا بعد بتونیم به پرسش های بیشتر و حالا به گونه جرفتر بپردازیم. این رو هم در همین آغاز بذار بدیم بیافتم. من همیشه میگم و همه جا میگم که اینجا هم ما دو تا انسان آزاده و دارای اندیشه مستقل اینجا با هم گفتگو نشستیم، با هم همکار هستیم البته، و هر کس هم کلن هر آنچه که میگه چون از اندیشه خودش میاد بیرون به گفتار میاد، خودش هم پاسخگوی اون گفته ها خواهد بود. یعنی اینکه آزادی و مسئولیت یا خیشکاری همیشه با هم هستن و این از پایه های آزادی و آزادمنشی است. حالا اینو گفته باشم، در مورد زمان و مکان زندگی اشو زرتشت، حالا برای کسایی که نمیدانن بگم که این اشو که ما میگیم پیش نام زرتشت، اشو یعنی کسی که با اشا به صلاح هم راستاست، هماهنگ هست، حالا بخوام میگیم اشا هم یعنی راستی درستی، پس اشو یعنی کسی که راست و درست است. حالا بعد میرسیم بهش که این اشعار چه مفهوم گسترده تری هم دارد. به هر روی به خاطر بسیار بزرگ داشتی که ما از ایشون داریم، احترامی که به ایشون میزنیم. البته من دیگه در ادامه شاید همه جا اشعار رو نگم، از خود نام زرتوش بهره میبرم، این از احترام ما به ایشون نخواهد کاست. این که خب زرتوش از کجای ایران زمین، اولا از ایران زمین بود، به هر حال این زمینی که اون موقع بود، اینکه حالا از بخش خاوری بود، باخترش بود، شمالش بود، جنوبش بود یا هر کجای دیگه این سرزمین، هیچ هنایشی یا هیچ تأثیری بر آنچه که از سوی او و به نام او به ما رسیده نداره.
و هر کس هم که او رو از شهر و دیار و زادگاه خودش میدونه و به اون سرافرازه، این حق رو داشته باشه که بدان سرافراز بمانه و بپذیره که هر کس دیگری هم چنین کنه همین حق و ارزش رو داره. برای نمونه اگر یک هممیهن آذری ما ایشون رو از آذرپادگان بداند، یا هممیهن کرد ما از کردستان ایران، و یا تاجیک او رو از آن خود بداند، و یا هر بخش دیگری از ایران آن روز و ایران امروز، باز هم مهم و مهم اون پیامی است که از سوی او از فرازنای زمان و مکان به ما رسیده و نگرش و توجه ما بر اون هست. با این پیش آگاهی میشه گفت که بیشترین کسان بر رویتاب امروز بر این رأیند که جا و مکان کنشمندی ایشون بخش خاوری ایران و آنچه که خراسان بزرگ نامیده می شده بوده، که شوند یا دلیل اون رو هم اون زبان یا گویشی می دونند که همون گاتاها یا گاهان که شما فرمودید به آن سروده شده، و اون از نگر زبان شناسی و آواشناسی گویش اون بخش از ایران بوده. بنابر آنچه که از زندگی ایشون می دونیم که از برخی از متون کهن برمیاد، ایشان پس از اون که به ناچار از زادگاه نخستین خودشون رفتند بخش دیگری از ایران که بلخ نامیده می شد یا باکتریا نامیده می شد، اونجا رفتند تا بتونن اون بینش خودشون رو و آنچه که دریافته بودند با دانایان اون زمان در میان بگذارن تا بلکه گوش شنوایی پیدا کنن. این تا به اینجا از مکان، دیگه بیشتر از این وارد این نمیشم. در مورد زمان ایشون هم البته گفتگوها و گاهی هم حتی جدلهایی وجود داشت رو داره. از کما پیش 2500 سال پیش میگن تا 8000 سال پیش آدم بیشتر، و از اونجا که زمان زندگی ایشون بسیار کهن هست، دیرین هست، و آنچه که به شکل سند یا بنچاق به ما رسیده آنچنان نیست، و آنچه هم که هست در زمانهای پس از بودن ایشون گفته و بعد نگاه شده، بنابراین نمیشه گفت که ما 100% و بیگمان تاریخ درستی در دست داریم. اما آن تاریخی که بیشتر پژوهندگان امروز بر اون همداستان هستند، پیرامون 3100 تا 3800 سال پیشه، و اون تاریخی هم که امروز از سوی زرتشتیان به نام تاریخ زرتشتی یا دینی یا گاهی هم به نام تاریخ باستانی دیدن به کار میره، امسال 3762 هستش که پایه و مبنای اون ها هم به صلاح سالی میدونن که زرتشت پیام خودش رو آشکار کرد، که این رو میگن در 30 سالگی و در برخی خانش ها در 32 سالگی ایشون بوده. در این مورد ها، در هر دوی مورد زمان و مکان، پژوهش ها شده، نوشته ها هست، جستار ها هست، کتاب ها هست که همگان رو به خوندن اونا فرا میخونه. هر روی اگر از من میپرسید، من میگم که برام هیچ فرقی نداره که ایشون از کجای ایران زمین بود یا در چه زمانی میریست. آنچه که مهم است، گفتم، آن چیزی است که از اندیشه ها و پیام ایشون به ما رسیده، همونجور که شما گفتین بخش اصلی اون رو گاهان یا گات ها مینام. گات یا گات یا گاه به چیم، چیم وقتی میگم یعنی همون معنا، به چیم سروده، چکام است. البته گاه هم مفهوم زمان رو گرفته هم مفهوم مکان. زمان ماننده که میگیم گاه بامدادی یا سحرگاه، مکان مانند نیایشگاه، آرامگاه. پس میبینیم که این چیم ها رو هم داره. اینا چی هستن؟ گفتیم سروده هستن. سروده یعنی چی؟ آهنگین هستن، با یک هنجار و نظمی هستن، ضرباهنگ های ویژه دارن. ما از درون اونها میتونیم به یک نمایه، یک طرحی از اندیشه های ریشه ای اجوزتش آگاه بشیم. خود ایشون این سروده ها رو چی نامید؟ مانترا. مانترا از من میاد، من، مانا، مایند،
هر چیزی که اندیشه امروز به هر روی میگوییم. پس مانترا یعنی اندیشه برانگیز، یعنی ایشون اینا رو گفته که اندیشه ما رو به کار بندازه. خود ایشون هم خودش رو مانتران نامیده در این سروده ها، که کسی که سخنان اندیشه برانگیز میگه. برخی هم همجای شما گفتید این رو به آموزگار برگردان کردن. آنچه که امروزه به نام جهانبینی و فلسفه زرتشت یا دین زرتشتی یا دین و آیین بهی و بهدینی و یا مزدیستنی یا مزداستایی یا همان خردستایی، نامهای گوناگونی که بر این دین و آیین و جهانبینی و فلسفه هست، همه اینا توش هست. گفتیم در اصل از مانتراها یا گاهان میاد، که البته از فرهنگ پیش از خود هم نشانه های در اون هست و البته اینا رو عمل باز خواهیم کرد تا اونجا که بشه، و البته در درازای هزارها پس از ایشون هم پیروان ایشون به شکل‌های مختلف زندها و پازندها، میشه گفت تعبیر و تفسیرهایی هم به اون افزودن، که البته همه در همون چارچوب اون جهانی می گنجند. اگر بخوام در همین آغاز من ادامه بدم بانو، یا اینکه شما، من ادامه میدم. خب اگر بخوام بله در همین آغاز و برای اون که یک بنمایی برای گفتگو داشته باشیم، یک میزگویی یا یک تعریفی از این جهان بینی و آنچه که آرمان و ایدئال اون هست داشته باشیم، البته ساده سازی بکنیم، میتونم یکی دو تا تعریف بدم، یکی دو فرم بندی آزاد. من اگه بخوام به این شکل میتونم بگم، این به ما یاد میده که چگونه باشیم، چگونه بیاندیشیم، بگفتاریم و بکرداریم تا بتونیم به بهترین شکل آرمانی یا ایدئالی خودمون دست پیدا کنیم و از این روند، از این فرایند هم شاد و خوشنود باشیم و همچنین با یاری دیگر انسانهای نیکندیش و راست گفتار و درست کردار، جهانی را هم که در اون به سر میبریم شاد و آباد کنیم و آن را بهشت گردان، بهشت بر روی زمین. البته گفتم میدونم که این بسیار ساده سازی است، ولی هم مکتوب این رو در ذهن داشته باشیم تا پیشتر که رفتیم به خورده کاری ها بپردازیم و بیشتر بازش کنیم. یه فرمول بندی دیگر هم بگم که در نوشته های قدیمی تر خودم به کار بردم و البته هنوز سر جاش هست. هدف و آرمان دین بهی، آرامش، شادی، بهزیدی و خوشبختی انسان است. بنابراین یک بهدین، یک زرتشتی در هر کجای دنیا که به سر میبرد، بایسته است که خرد و دانش و داد رو راهنمای خود قرار داده و به وسیله اندیشه و گفتار و کردار نیک همواره در راه رسایی یا بهتر شدن تن و روان و بهبودی بهزیستی همبودگاه یا جامعهش بکوشه. با نگرش به زادگاهش و زرتشت و مکان رشد و گسترش دین بهی و آمیخته بودن تاریخ این دین با تاریخ ایران زمین، این سرزمین یعنی ایران زمین زادگاه تاریخی ایشون و دین بهی به شمار میاد و به همین دلیل بهدینان در هر کجای دنیا که میزیند ایران رو سرزمین مادری خودشون میدونند و برای بهروزی و رستگاری اون همواره در تلاش خواهند. درسته. بفرمایید. من یک نکته که میخوام از شما بپرسم اینه که من میخوام اینو مردم بیشتر درک بکنن که آیا ما به طور کلی زرتشت رو و این آیین بهی رو به عنوان دین میبینیم یا به عنوان یک در واقع جهانبینی ایرانی میبینیم؟ چون خیلی ها، من اینو میشنوم که میگن دین دینه،
همه اینا یه دینن، همه اینا عین همن، همه اینا کاسبیان، همه اینا عوام فریبیان و اصلا تفاوتی بین به هر حال ادیان ابراهیمی از بنیاد با فلسفه و جهانبینی ایرانی نمیبینن. یعنی فکر میکنن که زرتشت هم حالا یه پیامبر مثلا محمد یا حالا عیسی یا موسی بوده، بعد خودش هم گفته من از آسمون افتادم، براتونم خودم دارم شخصا پیام میارم از خدا و هر چی که من میگم همونه، حالا شیوه زندگی هم بهترینش همینیه که من میگم دیگه، حالا بقیهش هم شما، یا اگر برخی از ادیان ابراهیمی که خیلی شدیدتر این موضوع توشون به چشم میخوره میگه که یا مثل من زندگی میکنی یا اون چی که من میگم، یا اگه خدا یعنی با من هم باور نیستین شما کلا خدا ناباورین و دیگه حالا هر نوع بلایی هم میشه سر شما آورد. میگم در حالا در ادیانی مثل یهودیت و مسیحیت این حالت رو نداره که بگه یا از منی یا غیر منی دیگه هست باید بشی، ولی در خب نوع اسلامش این حالت هم میبینیم که یا از منی یا باید غیر من باشی هست بشی و مباح خونت هم اصلا باید هم اگه دستمون هم میرسه تو سرت هم بزنیم، جزیه هم بگیریم، نمیدونم مال و جان و ناموست هم بگیریم و همه چی هم اوکی. ولی خب اینو باید به مردم ایران یه جوری به نظر من تفاوت این دوتا گفته بشه که مردم تفاوت بدن که آیا زرتشت رو ما واقعا یک آموزگار، یک فیلسوف، یک اندیشمند، یک جایگاه بسیار بالای الیت نخبگونه فلسفی داره این مرد، یا اینکه یه کسی است که دچار هذیان می شده، حالا می رفته توی غاری هم 4 تا پیام می برده، می گفته همینا خدا با من حرف زده و بر من فرستاده و همینی که هست. کاملا درسته. سخن شما بسیار به جاست، این رو خب هممون میدانیم، به ویژه با این روزگاری که ایران ما و ایرانیان داشتیم، به ویژه در 40-50 سال گذشته. کاملا من اینو میفهمم، من اینو درک میکنم و تو این سالها خب دوستان این سو و آن سو کوشیدند برای نمونه واژه دین رو تا اونجا که میتونن با واژگان دیگری مانند آیین جایگزین کنند، که اوکی اون هم جای خودشو داره. البته برای من آیین بیشتر گویای روش انجام سنت ها و ترادات ها و این هاست بیشتر تا دین. البته این واژه ها همه در هم میرن، خود آیین، آدین، آزین با دین هم همپوشانی دارن در بسیاری جاها. ولی همچنین گفتی بذارید از آغاز اینو من بگم و برم توی این مقولات در درجه اول، همین دین و پیامبر و نمیدونم مقدسات و روحانیت و مانند اینا که در تاریخ اجتماعی و سیاسی ما حالا چه دیروز و به ویژه امروز بسیار اینا تاثیرگذار بوده و هستن. اما من از اونجایی که این تعریف که الان برای شما میگم برش باورمندم و بهش پایدارم و فکر میکنم که بهتر است اینها رو درست بفهمیم و درست در جای خودش بندازیم. اگر دیگران این رو به نادرستی به کار میبرند ما اون رو دور نندازیم، ولی باید بفهمیمش. بنابراین از همین آغاز ما هم نگاه خود رو میگیم، هم موضع خودمون رو روشن و آشکار بیان میکنیم که میتونم بگم در مرام ما راستی بالاترین ارزش هاست. قدیمی ها گفتن از جمله نماند بر این خاک جاوید کس، تو را توشه از راستی باد و بس. سخن هرچه پرسم همه راست گوی، به کجی مکن رای و چاره مجوی. به گیتی به از راستی پیش نیست، ز کجی بدتر هیچ اندیشه نیست. پس یکی یکی به پیش میریم. نخست از خود دین بیاغازیم. باز گفتم چون من دارم اینا رو میگم از دیدگاه خودم میرم بیرون، ولی خب از داخل این جهان بینی میاد بیرون دیگه. بنابر آنچه که از فرهنگ نیاکانی خودم و پژوهش هایی که دست کم 30-40 سال گذشته داشتم آموختم، دین
که در شکل اوستایی یا ایرانی خودش دعنا بوده و هست، مفهومش چیمش هست دیدن، اصلا با دیدن سر و کار داره، با بینش سر و کار داره. پس در نگاه این فرهنگ چند تا مفهوم داره. یک، اون نگاه یا بینشی که در ژرفا میره، از ژرفا میاد و در ژرفا میره، در عمق میره. یعنی چی؟ یعنی فراتر میره و درونتر میره از اون لایه های بیرونی که روی یک پدیده رو میپوشونن. برای چی؟ برای که بخواد بره راستی ها، حقیقت داستان رو بکشه بیرون، شیره داستان رو از اون مغز داستان رو بکشه بیرون. حقیقت، دنبال حقیقت هستش همیشه. خب پس میشه گفتین یک بینش راستی جو هستش، به دنبال راستی هست. این نخستین و بالاترین در واقع مفهوم دین هست در فرهنگ ما. بعد از وجدان گفتگو داریم، یا وجدان آگاه. این وجدان چیست؟ خودش پیامد و نتیجه همون بینشی است که به دنبال راستی هاست و به دنبال نیکی هاست و نگاه دارنده نیکی میخواد باشه. خب پس وجدان در واقع از همون بینش میاد. این دوتا معنی رو ما همشه داریم، بینش و وجدان. یک چیز دیگه هم من میخوام به این بیافزایم، شما هم یک در همون پیش گفتار که گفتید این نیروی آفریننده از کجا میاد؟ حالا به این میپردازیم، مثلا چی میشه که این نیروی آفریننده در انسانها خفه میشه، میمیره، و یا چگونه میتونه شکوفا بشه بیاد بیرون که اولین و آخریش هم دستور آزادی هستش. به هر حال این نیروی آفرینشی که درونی است، سرشتی است و میخواد بیاد بیرون و نمودار بشه، این هم یکی از مفاهیم دین در فرهنگ بنیادین ما بوده. پس بینش راستی جو، وجدان آگاه و نیروی آفرینش درونی، اینها معنای دین هستش برای ما. نه سخنی است و نه جایی است برای آنچه که شریعت نامیده میشه، نه بکن نکن هست، نه امر و نهی هست، نه اینکه چنین دینی از آسمان میاد و از آنچه که خدا نامیده میشه، بلکه در درون انسان هست، با او همسرش هست و ریشه در خودش داد. حالا برای که بتونم بازی خود روشنی بیشتری بندازم، از نگر این جهان بینی همه هستی، آنچه که هست یگانه است، یعنی هر چی که هست با هم در پیوندن و از یک ریشه، یک سرشت، یک گوهر هستند. این پیوندهای تار و پودی مثل یه فرش، حتی این تار و پودهایی که در اصلی هستن بسیارش نادیدنی هستند و به گفته ای دیدن اونها چشم بصیرت میخواد، که بصیرت هم یعنی بینایی، و این چشم بصیرت یا آنچه که چشم خورشید گونه میگفتند همون دینا هستش، همون دین است، همون بینشی است که باید بتونه ورای این نادیدنی ها رو ببینه و این پیوندها رو ببینه، در بیابه. اونجاست که همه هستی رو مانند خودش میدونه و خوبی رو برای همگان میخواد. در واقع از اینجا میاد، از این بینش میاد. خب حالا که تا اینجا اومدیم، چاره ای نداریم تا در مورد پدیده ای به نام خدا هم کمی روشنگویی کنیم. این رو باید بدانیم و باید یادآوری کنیم که واژه خدا یه واژه و مفهوم 100% ایرانی است و تنها باید در چارچوب این فرهنگ و این جهان بینی به کار بره. چرا؟ چون که در فرهنگ ها و ادیان دیگر خدایان نام های خودشون رو دارن، تعاریف دگرگونه خودش رو دارن. اگر به خود این شکل واژه دقت کنیم، خدا از چه ریشه میاد؟ هو داتا یا ذات یا داتا، هو همون خود هست، داتا هم از دادن، شکل گرفتن میاد. هو داتا، خدا یعنی خوده، خودزا، خودزایاننده، خود افشاننده. خب حالا این واژه هو رو نگاه کنیم، یه خود ببینیم تو واژه شناسی، هو هو سوا
اینا همه شکل‌های مختلف این واژه هستن. حالا اگه این هو رو این ای تش رو بیاریم اولش بذاریم میشه احو اخو اصو، این و تش بعد او شده اخو اسو اهو. پس اهو اهورا آن چیزی است که از خود است، خود آست. پس خدای ما خود آست، خود زاست، خود آفرین است، آنچه که خودش خودش رو میزاید و از راه دانه های خودش که در این فرهنگ بهش میگن مینو یا من، یکی از معانیش همین دانه هست، دانه های زاینده. پس همواره از نو میزاید، حتی خدا از همواره نو میشود و در رستاخیز همیشگی است در واقع. پس این رو فقط گفتم به این دقت کنیم که خدا یه واژه ایرانی است، ویژگی های خودش رو داره. سپس در زرتشت میاد و با یک در یک فرگشت یا در یک میشه گفت آغلتش، یک انقلاب اندیشگی و فلسفی به این خدا فروزه ای صفتی میده به نام مزدا. مزدا هم یعنی دانش، دانش بیشترین دانش، دانش برتر. و در واقع خدای ایرانی رو با دانش و خرد هماهنگ و همسانش میکنه. پس در این تعریف اهورا مزدا میشود دانشی که از خود است و از خود میزاید یا میآفریند. همین. پس پس ببینید این از چقدر دین همین خدا. نکته اول، یعنی تفاوت اندیشه زرتشت با ادیان ابراهیمی در اینجاست که ما اصلا کسی رو که به عنوان آفریننده جهان میشناختیم در جهانبینی ایرانی، در سیستم اندیشه ایرانی، دانای بزرگی بوده که خودش رو آفریده. یک دانایی است که کسی دانایی رو بهش نداده، از خودش تا آمده جوشیده و دانایی برای ما مفهوم خداگونه داشته، یعنی خدا از دانش بوده. برعکس آنچه که در ادیان ابراهیمی ببینیم، حالا چه از یهوه، چه از لرد، چه از الله، این موجودی در دست شما نمیده، این اندیشه رو به شما نمیده، این تداعیگر این مفهوم نیست که یک دانش زایای بسیار بزرگ رو ما میپرستیم به عنوان خدای آفریننده این جهان. یک کسی با دانش بسیار زیاد مد نظر ما بوده، کسی بوده که این دانش رو از کسی نگرفته و زیر دست کسی دیگه ای نبوده بگن این دانشان حالا بهش دادن، اینو ساختن آوردن واسه ما. این خودش بوده. خودش کی بوده؟ دانش بزرگی بوده، بسیار داننده بوده، کسی بوده که خودش میدانسته و این دانش رو آورده. این جهان بر اساس یک دانشی ساخته شده. ببینید تفاوت از کجا به کجاست. نه یه بت بوده، نه یه که سنگ بوده، نه یه چیز خیالی بوده که حالا یک قدرت یه چوبی هم دستشه، اینجا بهشت اونجا جهنم، یکی میزنم تو سر تو این کارو بکنی خوبه میری به بهشت، از من باید بترسی. اصلا همش بر مبنای دانش و خرده و این موجب میشه یک ملت راهش چقدر متفاوت باشه با یک ملت دیگه. یه ملتی که خودشو برده یک حالا اللهی بدونه، یک بتی بدونه، با یه ملتی که سرآغاز آفرینش رو کلن دانش میدونه، دانشی که خودش بوده، خودش هست و بر مبنای اونم داره بقیه جهان شکل میگیره. و این تفاوت جهان بینی ایرانی است با جهان بینی های دیگر غرب یا شرق. آره این تفاوت رو مردم درسته. ایران باید درک بکنن، چقدر از بیسش این جهان بینی متفاوته با جهان بینی های دیگه. متفاوته فکر نکنن دقیقا. این دین مثل اون دینه، اون دین مثل، نه، اینا میتونه بسیار بسیار تفاوت از زمین تا آسمان باشه با هم دیگه. میخوام برای که همه راستی ها رو گفته باشم یک دیدگاه دیگرم من بیافزایم به این، و اون دیدگاهی بود که نیاکان ما حتی پیش از زرتشت داشتن، که
ما در اسطوره هامون میبینیم، ما در شاهنامه میبینیم و در جاهای دیگه. اونها هم بخشی از این فرهنگ نیاکان ما هستند. اون رو هم باید بشناسیم. حتی در اون دیدگاه هم یک خانشش و روی بدین گونه بوده که خدا رو مانند، چگونه میگم، مانند ریشه میدانستن. یعنی اصلا همه هستی رو چون به طبیعت نگاه میکردن، به آخشیچ ها بینگریستن و از طبیعت الهام میگرفتن. تمام این چرخه هستی از طبیعت الهام گرفته، مانند یک درخت که از یه ریشه و بن میاد، از یه دانه و تخمه اولیه میاد، ریشه میاد ساقه میشه، تنه میشه، میاد شاخ و برگا میشن، به بار و بر می نشینن، به دانه می نشینن، اون دانه خودش دوباره به زمین میاد و یک زایش نوعی رو می آفریده. و این هسته چرخی هم چرخشی بوده و هم پیشرونده بوده. خدا رو اصلا مانند اون ریشه اون درخت می دانستن. یعنی ریشه خودشون می دانستن. یعنی این اومده از خودش گیتی رو زاییده که انسان هم جزء اون گیتی است و با اون اصلا همسرشت است. درست الان وقتی اینا رو من میاندیشم، حالا میان کمانه هم بیام یاد این یه فیلمی بود رو آورده بودم به نام آواتار، نمیدونم دیدی یا نه. وقتی این رو نگاه میکردی یه همچین چیزی من میاندیشم که بودن، یعنی این درخت ها تمام از زیر ریشه هاشون به هم پیوسته بود و این درخت، این همه اینها از اون زیر به هم پیوسته بودن. حالا این میان کمانه بود. اینو گفته باشم، میخوام پس اینجا بیام یه نگاه یه چیز دیگرم بیایم اینو بازش کنیم تا اینم روشن کرده باشیم. وقتی که ما چنین خدایی رو داریم، حالا چه اون دانش افزاینده باشه، دانشی که از دانش خودش و از هستی خودش میآفرینه، چه این ریشه ای که در درون همه ما هست و میاد خودش رو در ما میآفرینه، یعنی خدا در ما خدا میشه. در بندهش دم اومده که پیش از آفرینش اهورامزدا خدا نبود، پس از آفرینش خدا شد. اینا همه دست در دست هم دارد. خب در این جهان بینی نیازی به پیامبر که یعنی کسی که بیاد نقش میانجی رو بازی کنه میان خدا و انسان نیست، برای که خدا از انسان بریده نیست، از خودش است، در خودش است. خب این نیست که خدا در آسمان ها یا در جای دیگری که معلوم نیست کجا نشسته باشه و از اونجا حالا با امر رو یا حالا با هر چیزی بیافرینه. اصلا برای ایرانی هم چیزی اصلا ناشناست. خب پس یه همچین خدایی نیازی به همچین پیامبری نره. گفتیم زرتشت، من البته اینجوری میبینم، حالا همه اینا که گفتیم، فلسفه، دانشمند، همه اینها توی زرتشت جمعه، من بهش میگم یک بینشمند بود. یعنی میدید، با تمام وجودش دید، فهمید، دریافت. و این راهی است که هر کدوم از ما باید بریم. خب تفاوتی که یه تفاوت بزرگی هم که این دین داره، باید اینو بفهمید که این دین، دین ایمانی نیست. ایمان یعنی چیزی که شما خودت نمیدانی چیست، فقط این رو به حالا به هر دلیلی اینو میپذیری، میگه من ایمان دارم ولی نمیدونم چرا. ما یه همچین دینی رو نداریم و نمیخوایم. در اینجا هر کسی خودش پژوهنده است، هر کسی خودش باید این آزمون زندگی رو بره، آزمون و خطاش رو بکنه. اما یه چارچوب بزرگتر ما میخوایم داشته باشیم و میگیم خیلی خوب، در یه راهی که ما راستی رو به عنوان نقطه تمرکزمون اینجا میپذیریم. برای اینکه اگر این چارچوب رو نداشته باشیم میتونیم گم بشیم، میتونیم خیلی این ور اون ور بریم، باز هم گم میشویم، باز هم در زندگی بالا و پایین میریم. اما میتونیم دوباره برگردیم به این راه راست، به این تعادل، به این میانه، به این بالانس، به این تراز، به این اندازه، هر چی اسمش رو بذاریم. خودتون رو همواره مانند یک ترازو ببینید، ترازویی که باید در میانه باشه، باید تعادل داشته باشه. از این تعادل بره بیرون، یا میره به چپ یا میره به راست، همون کاری که همه انسان ها میکنن، سیستم ها میکنن. در این میانه زرین ماندن خیلی دشواره، برای که آدم باید بکوشه، باید تلاش کنه، باید در زندگی
حالا بگیم سختی، در واقع راهه. خب اینو باید قبول کنیم و باید بریم و به دنبال حقیقت و به دنبال راستی ها باشه. زرتشت بزرگ به درستی هم بگنه که خودش گفت یک مانتران بوده هست، کسی که با سخنان خودش گفتیم اندیشه ها رو برمی انگیزانه. من میخوام حتی بگم او یه آموزگار نیست. آموزگار یعنی چی؟ یعنی میاد، حالا این میتونه خانش های گوناگون باشه. خب اگر این گونه بگیری که آموزگار یه بسته رو میاره میگه آقا این هست باید شما بپذیرید، همین هست شما برو حفظ کن، ما که حفظیاتمون خوب ایرانی یا فوری حفظ میکنیم اون از بعد پس میدیم. برای همه رایاتون باشه همیشه در سیستم قدیم و سیستم جدید که بعد آموزشی اومد سخن همیشه از این بودش که ما آزمایشگاه نداریم، ما فقط یه چیزهایی رو از بر میکنیم، حفظ میکنیم، جواب میدیم. باید باید بیازماییم اینها رو. خب زرتشت مانترن بود، یعنی انگیزاننده بود. خب او و این فرهنگ نمیخواند که یک شریعت رو با قوانین سخت و ثابت و سنگ شده بیاموزانند، بلکه میخوان انسان رو به اندیشه از خود و بر پای خود برانگیزانند تا گفتم برن راستی ها رو دریابند. هدف سوی رفتن، راه و راهکار این دین و فرهنگ راستی است. خب حالا این راستی میتونه به عنوان حقیقت دریافت بشه، میتونه به عنوان واقعیت، هر دو تا اینا هست. باید با واقعیت ها حرکت، با اون چیزی که واقعی است که وارونش چی میشه؟ دروغ. دروغ که هم آزارنده جهان است و هم آزارنده جهان و وارون داد هم که میدانیم بیداد است و ستم. پس از دروغ باید دوری کنیم. این چی میگن؟ این اون مرکز داستانه، مغز داستانه. اینا اینقدر من میگم باید بگیم به خودمون و بدانیم تنها قانون ثابت برای ما این است که به دنبال راستی ها باشیم. خب آفرین. یعنی در حالا واقع این کلید اصلی بود که تفاوت زرتشت بود شاید با پیش از اون، که آمد و گفت این جهان نبرد بین نیک و بده، و برای اینکه شما بتونید نیک زندگی کنید باید راست زندگی کنید، راهتون باید راست باشه، اگر نه نیک نمیتونید زندگی کنید، میرید به سمت، میخورید با سرعت به دیوار، میرید میافتین تو دره، میرید هزار اتفاق میفته. راستی اون کلیدی است که زرتشت به دست عنصر ایرانی داد و بهش تاکید کرد راه در جهان یکی است و آن راه راست. یعنی اگه میخواین که زندگی درستی بکنین، آرامش داشته باشین، خوشبخت باشین، یک مسیر درستی رو بپیمایید تو زندگیتون، باید روی راستی باشه. شما با دروغ نمیتونید زندگی راحتی داشته باشین، چون دروغ میشه خودش سرچشمه کلاهبرداری، دزدی، آدم کشی، نمیدونم مال مردم رو بردن، هزار حقوق بازی کردن، اینا برای شما جهنم میسازه تو همین دنیا. و راستی که شما رو همیشه نجات میده، اگه شما راست بگین نه دلهوره دارین، نه استرس میگیرین، نه لازم هست نمیدونم دروغ قبلیتون رو با یه دروغ دیگه جبران کنین، نمیدونم کار بدتون رو با یه کار بد دیگه بیشترش کنین. و این تنها اصل ثابتی است که زرتشت به عنوان راه زندگی پیش پای مردم گذاشت، و اون راه راست، راستی درستی، که خودش میشه نیکی. دقیقا. حالا اینکه نیک چیست، نیک همون راست است، حالا بخوایم بگیم بعدها میرسیم. برای نمونه پایه‌ای ترین نیایش زرتشتی که کوتاه ترینش هم هست که به نام اشنبهو ما میگوییم، میگوید راستی بهترین نیکیست، یعنی اشایی، یعنی که اگر شما تو پرسش های زندگی چند تا از پرسش های بنیادین برای همه این هست که داستان خوب و بد پیش میاد. آها خوب چیه، بد چیه، اینا که همه میگن چیست. ما فرهنگ ما میگه خوبی نیکی همانا راستی است. اگه شما راست و درست باشی، همونجوری که همینا که شما گفتی، راه راست و بری، این عین نیکی است. و این نیکی نه تنها به همگان باید برسد، بلکه پاداشش هم
اوشتا هستی و اوشتا خرسندی است، اوشتا خوشحالی است، شادی است، و خود واژه اوش روشنی در هست، یعنی اون خوشنودی که به شما میرسه، اون رضایت درونی که آدم حس میکنه، این از شما به بیرون هم میترافه، به دیگران هم میرسه. پس دو تا در واقع پاسخ اساسی به دو پرسش اساسی در همین کوتاه است، و این نیایش های بنیادین رو هر زرتشتی به هر حال حالا هر روز یا هر موقع که بخواد اینا رو تکرار میکنه، که اگه دیگه شنوندگان دوست داشتن در بارهای آینده به اینا خواهیم پرداخت. نمیدونم چقدر زمان داریم دوستان. سپاسگزارم از شما جناب موبد کامران جمشیدی. ما این جستار رو در برنامه های بعد پی میگیریم. این آغازش بود، یعنی گشایشی بود بر یک سری در واقع گفتگوهایی که جهانبینی ایرانی، فلسفه زندگی ایرانی، که همه اینها رو برای اینکه ما کهن‌ترین آثاری که بالاخره مانده برامون از آنچه که شیوه گفتار و کردار و زندگی ایرانیان بوده در گاتاست و اوستاست، و بنابراین ما آغاز کردیم که ببینیم ما ایرانی ها چگونه در واقع این زندگیمون زاییده شد بر مبنای راستی و نیکی، و چگونه زرتشت اینو در واقع دستبندی کرد و به مردم نه فقط ایران، که به الهام شد برای بسیاری از بخش‌های دیگر جهان. سپاسگزارم از شما. این جستار رو پی میگیریم و سپاس از بینندگانی که این برنامه رو میبینن، که اگر که دوست داشتین این برنامه ها رو به سایرین هم خواهید رسان. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود تا برنامه آینده. سپاس از شما. ایران، سپاس از شما. بدرود جانم. بدرود.